بدرفتاری جنسی با دانش آموزان خبری که دست کم یک هفته تیتر بسیاری از رسانه های داخلی و شماره از رسانه های خارجی بود. واکنش های بین المللی و اعتراضات مدنی در کابل رئیس جمهور را واداشت تا قضیه را جدی بگیرد. از این رو دادستانی کل، کمیسیون حقوق بشر و مجلس نمایندگان جدا جدا هیئت برای بررسی قضیه تشکیل دادند. هیئت کمیسیون حقوق بشر دریافته که آزار جنسی کودکان در لوگر صورت گرفته است، اما رقم دقیق آن هنوز روشن نیست. وقایع یزید صورت گرفته و افراد هستند که باید مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره. یعنی به این رابطه یک سلسله جرایم شکل گرفته وجود داشته. بررسی های هیئت مجلس در لوگر تمام شده و گزارش آن هم به مجلس ارائه شده است. مریم سما شامل هیئت مجلس برای بررسی این قضیه بود، اما میگوید به دلیل سیاسی شدن نامش از سوی رئیس مجلس از فهرست این هیئت حذف شده است. اما به چه دلیل یکی از اعضایی که صدای بلندتر داشته و این مسئله رو مطرح کرده که باید بررسی بشه، رئیس پلیسی جرگه به درخواست خودش، سلیقه شخصی خودش هست و یا یکی یک تعداد از او پیشنهاد کردن، به هر حال خواستن از هیئت مرا بیرون کرده بودن. هیئت تحقیقات‌یاب مجلس نتایج تحقیقات خود درباره ادعای بدرفتاری جنسی با 546 دانش آموز مکتب در لوگر را ارائه کردند و گفتند موفق به اثبات این ادعا نشدند. دا موضوع زکه به بنسټ او بلل چې هیڅ دولتي اړوند ادارې د دې موضوع څخه خبرتیا نه لري او په غیر مسلکی او ژورنالیزم د اصول خلاف بوګاردن د ورسپانې په نشر رسیدلی دي. دادستانی کل هم به شدت روی قضیه میگردد تا زوایای پنهان آن را روشن سازد. کار این هیئت به کجا کشیده است؟ انوس قبل از وقت است که سرمالی افغانستان در این زمینه قضاوت را داشته باشه که آیا ای اخبار و ای اطلاع واقعیت داره یا خیر. ادعای آزار جنسی بیش از 500 دانش آموز در لوگر از سوی دوز جامعه مدنی این ولایت بر رسانه ها مطرح شده بود، اما تا کنون نه گفته های آن دوز فعال مدنی دروغ ثابت شده، نه هم تمامی 500 مورد آزار جنسی کودکان دانش آموز.